آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شام قریبان سال 1446 هجری قمری در اجتماع عزاداران حسینی با اشاره به مقام والای اقامه کنندگان شعائر حسینی فرمودند: در کتاب شریف کامل الزیارات از امام صادق علیه السلام روایتی وارد شده است که راوی به محضر حضرت امام صادق علیه السلام وارد شده، ایشان را در حال سجده می‌بیند که برای زائران امام حسین علیه السلام دعاهای بی‌نظیری می‌کنند و زمانی که تعجب راوی را می‌بینند می‌فرمایند که کسانی که در آسمان برای زائران امام حسین علیه السلام دعا می‌کنند به مراتب بیشتر از زمینیان هستند. معظم الله در ادامه فرمودند: برداشت علمی از این روایت این است که زیارت امام حسین علیه السلام در این روایت موضوع نیست و مورد است، یعنی مضمون این روایت تمام شعائر آن حضرت را در بر می‌گیرد. ایشان همچنین تأکید فرمودند: حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف پس از ظهور مبارکشان انتقام خون تمام معصومان علیهم السلام را می‌گیرند، اما تنها در خصوص امام حسین علیه السلام در دعای ندبه می‌خوانیم: عین الطالب و بدم المقتول و به کربلا، کجاست آن که به دنبال خون کشته شده کربلاست. آیت الله العظمی شیرازی در بخش پایانی سخنانشان به زیارت مقدس اربعین حسین اشاره کرده و فرمودند: تأکید می‌کنم هر فردی در هر جای عالم برای با شکوه تر شدن اربعین در حد توان خود بکوشد، بدانید دنیا پذیرای اربعین است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. عاشورا یکی پس از دیگری هر سال میاد و میگذره، بعدش عاشورای دیگر، بعدش عاشورای دیگر. از سال 61 هجری قمری تا الان ادامه داره و به فرمایش حضرت رضا صلوات الله علیه الى یوم الانقضاء. یوم الانقضاء یعنی روز قیامت. هر کسی اون وقتی که از دنیا میره، قیامت اون شخص همون وقته، از اینجا شروع میشه. الا مات ابن آدم قامت قیامته. اما یوم الانقضاء یعنی برزخ میگذره، تموم میشه، روز قیامت میشه، اون روزی که قرآن کریم فرموده فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. یک روز قیامت 50,000 سال.